از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم. یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند ز استادی خود شاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، پایان سخن شنو که ما را چه رسید. آیین اوستا همه جا بال کشید، آیین اوستا همه جا بال کشید. به دستش مشعل آتش زرتشت، به دست دیگرش کتاب اوستا است. برتولومی در فرانسه اینو میسازه، اصلش در فرانسه است مجسمه آزادی، و بعد یکی هدیه میده به امریکا در هنگامه جشن استقلال امریکا. آیین اوستا جهان را گرفته است و میگیرد، و ما کجای کاریم عزیزان من؟ شنیدید؟ از روزی که این آقای محمد بن سلمان در سعودی قدرت گرفته، جدا از این که برای شما رقص آواز کنسرت هم میذاره اونجا، چیزایی که تو مملکت خودمون براتون میذاره، تلویزیون ها و اشتسان هاش همه رسانه ها رو تامین میکنه غیر از رسانه ملی پارس. مملکت خودشو همه ایت آخوند آخونده دوز مزدار ترتیب شروع داده رفته فر بابا و دیگه اونا رو مطالعه کنید. آخرین کارش هواپیمایی کشورش که پایگاه اسلامه، مکه و مدینه و فلان اینا اونجاست، دنیا رو رهبری میکنه، پایگاه اسلامه. پروازاش، هواپیماییش از خلبان تا خدمه، این اولین پروازش بود که همه زن بدون پوشش. وقتی تو که با 7000 سال تمدن هستی، چه بلای سر آوردن میارن؟ اونجا باش، اونجا باش. بعد تو هم یک آدم حسابی توشون پیدا میشه، دو تا آدم حسابی پیدا میشه، یه حرفی میزنه از همون 43 سال پیش تا به امروز، از روز انقلاب سیاه ننگین استعماری تا به امروز که خواستند، صد بار براتون پخش کردن انگلستان، میگی شاه خیلی نمیشه باش کنار اومد، بعد بندازیمش این چیزا رو بذاریم جاش بشینن. امروز میخوام در رابطه با یه شخصیت بسیار مهمی برای شما صحبت کنم، شهبانوی عزیزم. موارد بسیار مهمی رو میخوام در رابطه با شهبانوی عزیزم و این که بیمار بودن، بیمارستان رفتن، همه شما نگران شدید و اینها صحبت کنم چند روز. سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. وقت در مملکتی که شما بچه هاتون از بچه های کوچک، از کوچک و خردسال از من بهتر میفهمن و از تو که پدر مادرش بهتر میفهمن و عشق و علاقه دارن به تاریخ و فرهنگ کهن اوستایی و 7000 سالشون، ببین چه صلح شورن، چه آزادن، چه زیبا سخنن. درود بر کوروش بزرگ، از پارس تا دماوند، از کاوه تا سیاوش، از غیرت تهمتن تا اقتدار آرش، میراث توست کوروش، تاریخ سرخ این خاک، ای از سوار خورشید، ای آخر. وقت شماها اکثریت خاموش میگم، اقلیت شیرهای شهرهای ایران رو به قول زرتشت نمیگم که در خواب به من گفت، همیشه وقتی میگم از شیرهای شهرهای ایران که این لقب رو زرتشت به شما داد بچه ها، از شما نمیگم، از اکثریت خاموش میگم.
من از مردم فهمیده و سربلند ایران آریایی در داخل و خارج از کشور سپاسگزارم. اونهایی که افتخار میکنیم بهشون خیلی هم فراوونن. خب نمونهاش دارید میبینید در کانونهای شورشی که در داخل کشور مردم خودشون تشکیل دادن و در این کانونهای شورشی چگونه مردانه و رندانه دارن مبارزه میکنن. استاد بزرگی از موسیقی ایران، موسیقی خراسان که اومده موسیقی دیرین و کهن ایران آریایی را حفظ که کرده منتقل کرده. استاد عثمان خراسانی رو میگم، استاد شجریان. من اینجا قبلا وقتی خودش زنده بود پخش کردم صداشو که شجریان را ازش گلایه میکرد که اومده رفته آهنگار. حالا بعد سرکار خانم سیما بینای عزیزم، این زن دلیر و نازنین و آزاده، ازش بسیار سپاسگزارم. رفت تمام با ایشون صحبت کرد، موسیقی ایشون رو ثبت کرد، جهانی کرد. از سیما بینا خیلی سپاسگزارم. تمام دیدار ما نام خدا و ذکر خدا. امروز میخوام در رابطه با یه شخصیت بسیار مهمی برای شما صحبت کنم، شهبانوی عزیزم. موارد بسیار مهمی رو میخوام در رابطه با شهبانوی عزیزم و اینکه بیمار بودن، بیمارستان رفتن، همه شما نگران شدید و اینها صحبت کنم چند دقیقه. اما پیش از اون میخوام از همه شما سپاسگزاری کنم از مهربانی‌هایی که دارید و من واقعا اینقدر پیام دریافت میکنم در همه شبکه‌های اجتماعی که پوزش میخوام که نمیتونم به همه بپردازم تک تک. از راه دور همه تونو میبوسم، سپاسگزارتون هستم و امروز فقط میخوام یک نمونه رو براتون پخش کنم از پیام‌های مهربانیاران. نمونه‌اش هم یه استاد دانشگاه، نویسنده پرتوان، خودش، دخترش، خانواده اندیشمند آقای دکتر شکری مسیحی. بریده با دستی که سرخ از خون میهن شد. شکرالله مسیحی هستم. درود میفرستم به استاد سیاوش عرصای عزیز به خاطر برنامه های روشنگرانه و به ویژه این برنامه‌ای که تحت عنوان یا با فرنام استثمار نوین و تروریسم هستش که در اینجا اوستای عزیز در واقع روشنگری میکنه در پیوند با مسئله قدرت‌های جهانی و نسل کشی. به درستی هم همینطور هست، یعنی قدرت‌های جهانی هستند که از طریق هولودومور، از طریق جنگ، از طریق کشتارهای داخلی در واقع میخوان که قدرت رو در دست داشته باشن. به نظر من واقعا یک ذهن تحلیلگر، یک ذهن نقاد با شهامت و با تکیه بر بستر خرد، بر بستر صداقت، شجاعت، درایت باید نقد کنه، کاری که آقای اوستا میکنه. به راستی روشنگر هرگز مرعوب قدرت نمیشه. سپاسگزارم. شکرالله مسیحی‌پور. پاینده ایران. زنده باد آزادی. و همینجا من یه نکته رو با آگاه همه شما برسونم، قبلا با اینکه گفتم دوباره هم میگم، اینو خوب گوش کنید. ببینید این کنتور مونتورای شبکه‌های اجتماعی همه ما تا حدی میتونید استفاده بکنید میکنید که همه جا بچهای آزاده رو سانسور میکنن. اینو گفتم به این خاطر که دیدم نازنین مهربان، آقای حالو، استاد علی پیام رو هم سانسورش کردن، یعنی یه چیز شو برداشتن. از این خیلی اتفاق میفته. یه دفعه اول حالو رو کار کردن، دفعه بیشتر مزیب خواهند کرد، چون الان جمهوری اسلامی پول سرمایه است. من تو که نداریم بلزونه بریم میلیارد توی کمپانی سرمایه گذاری کنیم، نداریم که. تازه اینا حتی در جایی شده که مدیریت های بالا دارن، بعد اینا شما نمیدونید، فکر میکنی که دنیا میخواد اینا رو بندازه. دنیا با اینا نه، اینا خودشون چون اینقدر ایران پول داره، ثروت داره، اینا نوکرن. اینا نوکرن به خاطر همین که میلیاردها دلار در ماه، در سال اینا به استعمار میدن. اینستاگرام در میاد، فیسبوک در میاد، هر کوفتی در میاد. سوچ فارسی هم داره، تو فارسی میتونی تایپ کنی، تیک تاک فارسی اونو نداره که میاره. برای همین وقتی که داره اینا چه در داخل چه در خارج روش سرمایه‌گذاری میکنن، همه هم به نام جمهوری اسلامی نیست، میان یه کمپانی میذارن تو سوئد، یه کمپانی میذارن تو آمریکا،
هیچ کسی نمی‌دونه که ناجون، ولی اینا میتونن همین کارهای کنترلی رو مانیپولاسیون میگیم، دست اندازی بکنن و کنترل بیارن بالا و ببرن پایین از جرف. پس اینا هم داشته باشید. اگه شما زرنگ باشید، سیستم و متد مبارزاتی خودتون رو بدونید که غرب و دنیا و اینا نمیتونه نجات بده. اینا میگم همینجا بدون. برای نجات خودت تو خودت باید کار بکنی، باید قدرتت نشون بدی. وقتی قدرتت نشون دادی، بعد اونجاست که میتونی ایران رو آزاد کنی. قدرت تو هم اول باید قدرت نشون بدی که بیان اونا کمکت کنن، مجبور بشن، مجبور بشن، وگه نه هیچ کسی نمیتونه کمک کنه. همه در فکر نابودی تو هست، در فکر نیه که روز به روز تحریم بکنن پول بالا بکشن. تو تحریم که فکر کردی چیه؟ تحریم همیه که جهان الان بورس اقتصاد مجازی باز شده توی سالها و با پول که از ایران دزدیدن، میلیاردها دلار هر ماه میدزدن با تحریما، آدمای گدا میلیاردر شدن. همینه که میبینید شما، بلاک روک براتون پخش کردم دیگه، باید بدید اینا قبلی ها رو مطالعه کنید. اینا این کار رو میکنم مدل شدید. حالا پیش از اینکه وارد مبحث اصلیمون بشیم، با آگاهیتون میرسونم که در 5 ژوئن مثل هر سال در پاریس یک نمایشگاه کتابی است، اینو لیکرا میذاره. لیکرا یکی از بزرگترین ارگانیسم های دفاع از حقوق بشر و انسانگرایی در جهان هست و در فرانسه میشه لیکرا و من عضوش هستم. در فرانسه، تنها فرانسه که میدونه، چند ده هزار نویسنده وجود داره. خیلی نویسنده وجود داره. نویسنده فرانسوی هم که در دنیا از کانادا بگیرید و آفریقا اینا خیلی زیاده، ولی این مهر یزدان پاک به ایران هست، این مهر و محبت اهورامزدا به ایران اهورایی و پاک هست که سیاوش اوستا این افتخار هر سال داره که بین 60 نفر از تمام نویسنده های دنیا 60 نفر انتخاب میشن که اینجا در این نمایشگاه شرکت میکنن و هر سال من بودم و امسال هم در خدمت نیستم. دوستانی که میخوان سیاوش اوستا رو ببینن، بعد کتابی اونجا به هر حال میتونید شما 5 ماه ژوئن تشویق کم در ببینیم در جلو پانتئون، پانتئون فرانسه، باغ ژاردن دو لوکسامبورگ، جلو پانتئون زیبا، شهرداری پاریس پنجم هست، شهرداری پاریس پنجم که تشویق بیارید، نمایشگاه اونجاست. تمام نویسندگان مشهور فرانسوی هم که همیشه کتاباشون جنجالی و بحث و فرین هست رو اونجا میبینید. یکی از مهرورزی های دیگه که مهر خداوند هست به سیاوش اوستا انجام شده اون اینه که شما وقتی وارد بیبلیوتک ناسیونال فرانسه بشین، بیبلیوتک کتابخانه ملی فرانسه، روی سایتش حتی برید، سیاوش اوستا رو چیز بندی میکنن، طبقه بندی میکنن، یا مثلا نویسنده مورخ، نویسنده دینی، نویسنده کمدی درام فلان اینا. خوشبختانه من دیدم، خودم نمیدونستم، یکی از دوستای فرانسوی به من گفت، چون این اومد برای من چند تا خودکار چاپ کرد، گفت اینا هدیه برای تو که بدی به دوستات. گفتم خودکارش هم خیلی نفیس. گفت بعد دیدم نوشته نویسنده کنتروورسه. کنتروورسه یعنی جنجالی. گفتم این چیه؟ گفت عنوانی که کتابخانه ملی فرانسه به تو داده، نویسنده جنجالی. این افتخار منه که از ابتدا تا به امروز، از ابتدا تا به امروز که در ایران چاپ شد، اولین کتاب من تو ایران منتشر شد مسخره های شهر ما بود، این زمان پادشاه منتشر شد و بعد از اون دیگه پیشتاز مبارزات خلق دومی بود و تا به امروز تعداد زیادی هست. سعی کردیم جنجالی باشه، یعنی خبر، حرف، سخن جدید باشه به شما بدیم. همون همیشه اولیش همیشه بود تا آخرش. حالا این لیست کتاب ها رو آخر برنامه معمولا میبینید که این لیست کتاب هاست. این هم مهر یزدان پاک به دست هست. من از یزدان پاک سپاسگزارم. Yeah.
دوستان عزیز، شهبانوی عزیز، میدونید که ما همه با هم میخواییم نیایش بکنیم، نیایش اهورایی که تا آزادی ایران با ما باشه، که حتی نه تنها وقتی که جشن میگیریم آزادی در ایران، بلکه در ایران در تمام شهرهای ایران، شهر به شهر بتونیم با وجود و حضور خودش ازش تجلی کنیم. به خاطر همین امروز میخوام یک نکته رو بهتون بگم. عشق و علاقه شخص سیاوش اوستا که تا این 40 سال نیروی زیادی گذاشتم برای اینکه اون چهره ای که خود ایشون میفرمایند قبلا چه بود، این چهره بشه که امروز شما میبینید، و از همه همکاران دوستانم هم در سر تا سر دنیا که همکاری کردن در این زمینه سپاسگزارم. میخوام این نکته رو بهتون بگم. اولا قبل از هر چیز اینو بهتون بگم که یزدان گواه خود شعبانم اینجا تشریف دارن دیگه. منی که این حرفا رو میزنم سیاوش اوستا با در پاسخ کسانی که به من هی انتقاد میکنن، هی انتقاد میکنن که آقای شعبانم چاجامم، در پاسخ رو. من اولا اینکه یک دونه سنت از ایشون تو عمرم نگرفتم و نخواهم گرفت. دوم اینکه این خیلی مهمه، این شنیدی میگه من چایش هم نخوردم، به یزدان سوگند من چایی شعبانو هم نخوردم، قهوهش هم نخوردم. جاهایی بوده که امکان بوده که بخورم شعبانو پرداخت میگرده قهوه و چایی رو نخوردم که بتونم این رو حتی تا این حد به شما بگم. پس من اگر چیزی میگم، سیاوش اوستا اگر به شما چیزی میگه، به نمایندگی از ملت قهرمان و سرفراز تاریخ 7000 سال ایران، من مثل بقیه نیستم. دوم اینکه عزیزان من خودم 4 سالم بود، من الان در 50 سال تلاش نویسندگیم هستم، نیم قرار دادن میزم، ولی من اون موقع 4 سالم بود. توی مشهد خونه ما توی نوگون و تپل محله بود، گفتن شعبانو آمده مشهد و میخواد امروز بره جزامی خانه یا جزام خانه، هرحال دو داشتید. برادر من که از من 4 سال بزرگتر بود، حسین عزیزم که روان شاد، در روز کوروش از دنیا بردنش چند سال پیش، و حسین من نخستین کسی بود که در سالها پیش که ما روز کوروش، روز حافظ، رودکی، خیام اینا تو تقویم آرگایی ثبت کردیم، حسین نخستین کاروان 4-5 نفر با رفقاش بود که رفت پاسارگاد. بیابون بود، هیچ کم نبود اون موقع، هیچ که نبود، اینا رفتن نخستین بار روزا که بعد دیگه امروز شما میلیونی میرید. حسین من که تقریبا حالت استاد من داشت از بچگی، گفت وقتی ببین شعبانی بیاد ببینه بهش، گفتم کجا؟ حرم امام رضا. گفت نه یاره، اینجا توی کوی طلاب جزامیخانه. گفتم جزامیخانه؟ من جزامیخانه آخ کوچه‌ش هم ندارم. گفت بابا وقتی شعبان میاد بره اونجا خطرمتر نداره دیگه، همه ما میترسیدیم از جزامیخانه. میخوام اینو بهتون میگم، ما رفتیم و آدمی هم نیامده بود مثل ما که دیدین توی فیلم های قدیم میگه شاه و فرک یه جایی میرفتن صف میکشیدن، ولی تو جزام خانه کسی نه جمع نشده بود که فرح رو ببینه، چون همه میترسیدن که جزام نگیرن، همه میترسیدن. ما اونجا که بودیم یه دیدم ماشینا ترمز گرفتم، در جزام خانه بودیم، اون ارداشون رو دیدیم جزام خانه بود، دیدم به چشم دیدم که شهبان اومد با اینا، ما هم که اونجا دید خیلی خوشحال شده، مثل که میخواست بیاد طرف ما رو ماچم بکنه، ولی محافظاش نذاشتن ناکسا. این محافظا رو میرو در همین موش به اینا میگن موشا در اون موشا بس خوابتی صورت ماش بود مرو مرچ کنه بچه 4 ساله به من 8 سال. این موشا تو اینجوری شدن و بردنش تو رفت تو، آقای رفت تو جزام خانه ما وایسادیم، همینجور توی بیرون هم آمد خوار مادر، گفتم زن شاه بعیتون نره. بعضی وقتا یکی از دوستان من گفت چشم، گفت وقتی تو میگی شاه فرح خیلی به دل ما میشینه، چون یاد خاطره قدیم زنده میشه. ما زمان شاه بابا ننم هم میگه که ما بهش گفتیم شاه فرح، جا که یه اعلی حضرت و مقیل بود اولیا حضرت فلان. من خود شهبانو گفتم، بودم خانم اینه که شما میگن اولیا حضرت، بگو ما هم شهبانو. خودشون هم فرمودن چند بار اولیا حضرت چیه. حالا اونا رو گفتم که اون میگه حضرت فاطمه ای اولیا تره، اون میگه حضرت محمدی اعلی تره، اینا درسته همه سر جاش، ولی از شهبانو شهبانو. حالا این شاه فرح هم بهتون بگم که تازه شهبانو خوشش میاد چون بگین شاه فرح، چون خاطرات قدیم زنده میشه. ما گفتیم شاه فرح دامن خودش، ما دیدیم بعد شعبانی آمد بیرون و
سالمه. من فکر میکردم الان مروتو میاد یا چیزش میشه. از اونجا این شخصیت در ذهن من یه شخصیت افسانه‌ای شد، چون یه تابویی رو شکست که تا اون موقع همه، چون از شهردار، استاندار، وزیر، کسی بره تو جزا میکنند نرفتن. بعد ایشون چه کرد برای جزا میار برید بخونید، کارهای بزرگی بعد کرد، مثل کارهای دیگر. برای همینی که من شهبانو همیشه دوست داشتم و دارم و خواهم داشت. بعدم با هیچ کس مقایسهش یا وصلش نمیکنم. شخصیت خودشه، شخصیت خود شهبانوست و بزرگواری خود شهبانوست. خیلی هم مهرورز بوده نسبت به موارد. نگاه کنید مثلا تو این مسابقه که انجام داده میگه خودش که اصلا افتخار میکنه، این زن باعث افتخاره. خودش میگه من بینشم با مطالعاتی که کردم تا این 43 سال خیلی چیز ذهنیتم عوض شده. ما مملکتمون مورد حمله بیگانگان قرار گرفته در چندین هزار سال، ولی همیشه ایران ایران موند و هیچ کسی مثل اینا بدتر کردن به سر ایران. واقعا اصلا یعنی میگم خیلی دردناک اخباری که میشنوم یا چیزایی که میبینم، میگم مگه ممکنه که یه همچی چیزایی شستشوی مغزی کردن و مردمی میکنن. ولی مثلا رادیویی که گوش میدم از صبح تا شب اخبار ایران، موسیقی ایران، ایمیلایی که میگیرم، نامه، تلفن ها، همش ارتباط داره با ایران. هم وظیفه خودم بد میشه، میگم مگه ممکنه یک مملکتی مثل ایران و اون ایرانیانی که من شناختم، نمیگم همه رو میشناختم ولی خب خیلی سفر کردم در داخل ایران، اینو دیدم، اونو دیدم، روستایی دیدم، کارگر دیدم. مثلا در مورد، میگه حتی در مورد دین، در مورد خیلی موارد میگه ذهنیت من عوض شده، مثل قبل فکر نمی کنم. مثلا یه نکته دیگه خیلی مهم، خیلی مهم، در یه جایی بودیم که آدم مهمی هم بودم. من به ایشون در مورد تقویم 7000 ساله که اینو صحبت کردم اینا، گفتم که این تقویم، من نه که آدم طنزی هم هستم، بعضی وقتا میگم ایمور، برنامه فرانسوی من هست که برنامه با فلانی ایمور، یعنی طنز، همی طنز، یعنی حالت بخندونه هم خوبه. مثلا سرکار خانم آذر شیوا که از منو گفته بودن اون سال خلاصی کنیم در دو خط، گفت تو سیاوش اوستا شوختب تند خشم، خیلی قشنگ بود، دوست داشتم اینو، درود دارم بازر شوی هست. حالا شهبانو وقتی من صحبت می‌کردیم، من بودم دو تا دیگه مثلا گفتم این تاریخ 7000 ساله میدونی که از شمال شماه، ما که اینجا کاری نیستیم. گفتن چطور؟ گفتم مال معمر رضا شاه و شما. گفت چطور؟ تعجب کرد آخه، حقم داره. همه گفتم شما یادتون رفته با 1961 اینجا در پوتیپاله فرانسه نمایشگاهی با حضور شارل دوگل، آندره مالرو که وزیر فرهنگ بود برگزار شد و شما با محمد رضا شاه آمدید توی نمایشگاه و گشتید و چه کردید و چه کردید. اسم اون نمایشگاه میدونید شهبانو چی بود؟ نمایشگاه اکسپوزیسیون، یعنی نمایشگاه 7000 سال هنر در ایران. دوستان مهمان، اینجا گراند پاله شانزلیزه پاریس هست. اینجا دو تا کاخ داره، پاله یعنی کاخ، یکی گراند پاله و یکی پتیت پاله. در امروز میخوام در رابطه با سند و پشتوانه تاریخی تقویم و سالنامه 7000 ساله اندکی با شما صحبت کنم. در این رابطه کتاب های زیادی نوشتیم، مقالات زیادی نوشتیم، برنامه های زیادی رفتیم،
و برای نخستین بار میخوام یه سند بسیار مهمی رو بهتون ارائه بدم. یادم میاد یه بار وقتی به شهبانو عزیز اینو گفتم، حتی شهبانو یادشون رفته بود، در ذهنشون نبود که تذکر دادم و یادآوری کردم به ایشون. اون چیه؟ اون اینه که در سال 1961 از 11 اکتبر تا 14 اکتبر محمد رضا شاه و شهبانو مهمان شاه دوگل بودن و میان پاریس و میان توی همین کاخ وارد میشن. دو تا هم هست، کاخ پتیت پاله و گران پاله، برای اینکه نمایشگاه تاریخ 7000 ساله رو افتتاحش کنن. نمایشگاه تاریخ 7000 ساله شاه دوگل هم هست. حالا فیلمش الان براتون پخش میکنم، شما ببینید این فیلمو. شاهنشاه و شهبانو از فرانسه می نمایند، بین سایر دیدارهای رسمی که امسال از فرانسه شده بیمانند و بی نظیر است. ژنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می کند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و می داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند. فرانسه می داند که شاهنشاه تا چه حد به ملت خود علاقمند و از طرفی در جهان چه شخصیت ضروری برای برقراری صلح می باشند. ولی حساس ترین لحظه این دیدار چند روزه هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می کردند. خب اینو اتفاقات می بوده؟ حالا همونجور هم خواهدتون میگم شهبانو شما اولین سالگرد پرنسس لیلا که همه ما بودیم در پس از خروج از آرامگاه و قبرستان پاسی، شما به دکتر عبدالمجید مجیدی وزیر محترم و مقتدر و نازنین محمد رضا شاه دستور دادید که بره صحبت کنه اونجا برای افرادی که حضور داشتن و منم کنار شما در رو هم نشسته بودیم. شاهزاده علی رضا پهلوی بود با اون موقع نامزدش خانم سارا طباطبایی که درود دارن به خانواده سارا، خصوصا عموجانش اینا ندیدم مدتی، دلم تنگی براشون، درود دارم. همون اونجا بودن، شما دستور دادید ایشون رفت و اعلام کرد تأسیس بنیاد پژوهش در تاریخ 7000 ساله. شهبانو اینه، شهبانو وقتی سال 2000 نمایشگاهی گذاشته شد باز از همین تاریخ و تمدن 7000 ساله ایران در شهر بن آلمان، نقش مهمی ما در اون رابطه داشتیم و تا اشیایی هم از ایران آورده شد و فلان اینا، من از شهبانو خواهش کردم که شما برید این نمایشگاه رو ببینید. ایشون رفتید، فیلمش هم هست. بر جای بونده که کم کم داریم کشفش میکنیم و به دست میاریم و از زیر خاک ها درش میاریم. از شما دقایقی پیش نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو دیدن کردیم، یا به دیگر سخن شما تاریخ هویت ملی ایرانیان رو ورق زدید. شما وقتی که این تاریخ رو ورق می زدید چه ها دیدید؟ برای من واقعا باعث خوشبختی بود که بتونم از این نمایشگاه دیدن بکنم و اون چیزی که مهم هست اینه که واقعا هر بار فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی مورد حمله قرار گرفته، همین هویت و فرهنگ دوباره زنده مونده در ایرانی و زنده نگهش داشته. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم با 7000 سالگان
با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو می کنم. نگاه کنی این مجموعه ایست که کتابیست که در آلمان منتشر شده، در معرفی یک نمایشگاه کبیر و بزرگ از تمدن و هنر یک ملت استثنایی، یعنی ایرانی ها. ها خودمان میگیم 2500 سال، آلمان ها میگن 7000 سال. هنر این مملکت نگاه کنید، آخه همین جام رو نگاه کنید، یه زیباتر از این ممکنه؟ یعنی مجسمه چی رو شروع بهتون دادم؟ این گاو رو؟ این آثار هنریه هنرمندان ما در این 7000 سال آدم رو به حیرت میندازه. عباسی میگه بسیاری از هنرمندان بزرگ آلمانی، هنرمندان بنام که رفتن و موزه رو دیدن، اشیاء باستانی ما رو دیدن، جهانشون از حیرت باز بود. گفت فکر کردن اشتباه دارن میکنن، تاریخ ها رو دارن غلط میخونن، فکر کردن این آثار متعلقه به امروزه. آثار علاقه به 7000 سال پیشه. عباسی گزارش داده با یک روزنامه نگاره: من پدرم ایرانیست، مادرم ایرانیست، به 7000 سال با حکمت عشق بر زمین زیستم. همسایه های ما همه ایرانی بودند، گذشتم همه ایرانی. دید زیاد دیدن کرد، استقبال خیلی خوب ازشون کردن و غیره. شهبانو همیشه با مردم و با تاریخ و تمدن 7000 سال ما همراه بوده. عزیزان من، من توی همین تلویزیون پارس، توی همین برنامه گفتم شهبانوی عزیز، شما چرا سر آرامگاه لیلا سیاه پوش آمدید؟ لیلا خودش میگفت سپید پوش باشید، ما از سپیدی هستیم، به سپیدی میریم، با سپیدی اومدیم، با نور، شما سپید بپوشید. شهبانو این کارو کرد در سر آرامگاه محمد رضا شاه، انور السادات، لیلا و علی رضا پهلوی همیشه سپید پوشید. بارا افسانه رو قبل براتون گفتم، برید ببینید و بخونید تو برنامه دیگه، نمیخوام زیاد شرح بدم. وقتی پرنسس سرایا اینجا از جهان رفت و بیژن در هتل جورج سنگ روی تخت بیمارستان بود، ببخشید تخت بیمارستان بعد رفت، و بیژن اینجا در هتل جورج سنگ بود و از من دعوت کرد که من باهاش صحبت کنم. من قصه رو گفتم برین گوش کنید، اینجا دیگه جاش نیست من توضیح بدم. من به شهبانو عرض کردم که فردا که مراسم هست شما تشریف بیارید، بیژن براتون درود فرستاد و ایشون به بیژن زنگ زدن، تلفنی که من دادم تو هتل با بیژن صحبت کردم و بیژن به من تلفن کرد گفت آره شهبانو زنگ زدن فردا میان مراسم رو، ولی فرداش بیژن رو زنده نگذاشتن. بیژن اسفندیاری ساعت 4-5 صبح رفت از جهان. حالا قصه شما رو گفتم دیگه نمیگم. بعد شهبانو فرمودن خب حالا که بیژن نیست من میام اونجا، شاهپور غلامرضا پهلوی رو با پرنسس منیجر طرف خودشون فرستادن و از طرف خودشون و فرزندانشون هم دسته های گل 4 تا فرستادن اونجا، زیباترین بود که اونجا بود. و این هم شهبانو فرعه، اصلا حسادتی ببینه، چیزی ببینه زن ب... و بارها خودش گفته من افتخار میکردم، بارها خودش گفته که عکس شاه با پرنسس سرایا تو خونه ما بود، تو خونه ما بود. از این نمونه ها زیاده اگه من بخوام به شما بگم، یکی دوتا نیست، خیلی فرمون. بعد از اون طرف دوستان من در داخل ایران تا این سالها خیلی تلاش کردن که شهبانوی عزیز در داخل ایران نیست، سانسور که هست ولی لاغل تا تونستن کار کردن. من موزه شهبانو فرح پهلوی که با همین نام نوشته شده بود در تهران در نیاوران درست کرده بودن رو با آگاهی شما رسوندم. بعضی وقتا بعضی چیزا نباید بگی، چون تا بگیم فردا رژیم بنیادگرا میرن میزنن میشکنن خراب میکنن، نباید بگیم بهتون. نیاوران اصلا بستن بخشش ازش، اون موزه رو ساخته بودن بچه‌ها، بچه‌ای که الانم زندن بچه‌هاشون دیگه، اسمون رو بچه‌ها نمیارم، خدا اذیتشون بکنه، خدا اسم بچه‌ها نمیارم، ولی موزه ایشون شعبانه تو تهران درست کردن. دوست عزیزم چون هم بیماره و چون بیماره میخوام بگم انتشارات نظر مهربانیار بهمنپور عزیزم
میبوسمش. این نازنین خیلی به ایران خدمت کرد، به فرهنگ ایران. نقاشی شعبانو رو چاپ کرد در ایران، نقاشیاشو نسخه رو برای خودش اینجا فرستاد. کارهای دیگه زیاد فراوون شده به هزار یک بهانه. تمام فیلم ها و سریال هایی که به گونه شاهفره رو توش نشون دادن، یار از همه جون زباز گذارم. خب شعور داریم ما دیگه، قبلا هم گفتم یاد بگیرید. نمیتونن تو ایران فیلم بسازن بگن جاوید شاه درود بر شهبانو، نه، فیلم میسازن عظمت و شوکت و بزرگی دولان پهلوی رو نشون میدن، ولی توش بعضی حرفای مزخرفات آخونده و فلان رو مجبورن بذارن. ولی مردم از همون قدیم تا الان به من گفتن چون صدا رو میبندن، فقط همین تصاویر رو نگاه میکنن، زیبایی ها رو نگاه میکنن و فرح مطرح میشه تو ایران، شاه مطرح میشه با لباساش، رضا شاه مطرح میشه با لباساش، هم سعید رات نقشش بازی میکنه و یکی دیگه بازی میکنه، ساز شده. اینا همه پولوتیک شیوه مبارزاتی بوده توی 40 سال که مردم اینجوری میشه زنده کرد. تو نمیتونی به تعریف کنی، تعریف بکنی که حالا در با همه اینهایی که من با آقای شما رسودم، شما بایستی بدونید، این میخوام بهتون بگم، این خیلی مهمه. چون وقتی که ما میزیم موش ها همیشه بودن و هستن. این موش ها میتونه کلفت فلان کس باشه که پوشاک های بچه شاه رو عوض میکرده، حالا تو فکر کنی این پخیه، بیا طرف شهبانو با تو حرف بزنه. بعد همی آدم امکان داره که چون نماز شبش قضا نمیشه، مثلا دارم میگم بهتون مسئله که یاد بگیرید، مثلا نماز شبش قضا نمیشه، آدم تا میبینه که تو کوروش آریامنش اون میادی گفتی بالا چشم اسلام ابرو به دینش به دنیا فلان، این میره دروغ میگه آقا دکتر کوروش آریامنش من فلانجا نشسته بودم اولیا حضرت به شما فحش داد، اولیا حضرت فلانجا بودم، بعد بنده خدا اولیا حضرتم که اینا نمیره تحقیق بکنه، همه برای همه اعلامیه میده در گذشتشون، برای کوروش آرمنش نمیده. چرا؟ چون طفلی باورش میشه. یا من میگم خانم شما این کار را کردین سفید میشه دید، رفتید اونجا گفتید مجیدی تاریخ حفظ آسانی اینا همه را سیاوش حفظتا، میگن به نفع سیاوش. آب مگه مال من تاریخ تمدن، مگه مال تویه؟ به گلپا، استاد گلپا گفته بودن تو فرور میذاری میشه تو هم اوستایی شدی. ببینیم تا یه حد من میدونم، چون سرویس های اطلاعاتی انگلیس رندانه کار میکنه، نه اینکه سرویس های اطلاعاتی انگلیس میخواد تحریم کنه، سانسور کنه، یه کاری جوری کنه. به گلپا گفته بودن که چون پشت سرت فرور مزاری اوستا گذاشته، کنسرت برات گذاشته، بزرگداشت گرفته تو تمام دنیا رفتی فلان اینا، بهش اوستایی شدی. بعد میگه چطوری حرفی میزنی؟ میگه اونا این عکس نگاه پشت سرت فرور گذاشته. میگه مرد حسابی تو شعورت نمیرسه، چند سالته تو؟ میگه اوستا چند سالش؟ میگه بیچاره وقتی اوستا به دنیا نیامده بود، به دنیا نیامده بود، من خوندم که من گلپا در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. بعدم مرد میگه نمیدینی که منشونی چیه؟ میگه چیز زرتشتی خر، این فروهره، این نماد ملی میهنی ماست، تو تخت جمشیده، آثار باستانیست، کارت پستالش میلیون میلیون میفروشید شما، مردم میان من اونجا. یارو قفل میکنه بازجوه، قفل میکنه، پا شیخ دوری میزنه و میاد موزی تلفنی میزنه و از استاد گلپا عذرخواهی میکنه تو فرودگاه چند سال پیش جوریشون، و میگه قربان ببرم برسونیتون، میگه نه ماشین من اینجاست. خب حالا اگه این استاد گلپا تونست جواب بده، باید همه بتونن جواب بدن. همین پرسش ها، درگیری ها با همه کسانی که اومدن پاریس، آدم های مهم با من دیدار داشتن، از همشون با همشون اسمشون نمیخوام بوده، من خیلی ها خودم بهشون یاد دادم، خودم اگه گرفتن تو این چون جواب میدی. حالا یارو اگه بره پیش شعبانو بگه خانم شما سفید پوشیدید، این چون هفته پیش توی تلویزیون گفته بود شما بعد دیگه از این وقتا سفید میپوشیدین و سیاوش اوستا آخو فکر میکنه چون زرداشتی شدید، آو خانم شما این حاله. بنده خدا شعبانو هم که فکر میکنه یارو کلفت، یارو عزیزه براش، هر چیز میگیر میکنه دیگه، برای همین واسه چیز دیگه لباس شعبانو
اینی که هر کار بشه من شهبانو عشق باش دوستش داریم احترامش داریم همه شما داشته باشین، این موشا و شیطنت هم بپذیرید، شما کارتون خرابه مردم که فهم کنید یارو حتی اگر پسر داییش هم هست این قول تایید میکنه یا از اون مهمده، نه حتی اگر مادرشو گفتم حتی اگر نسبت بسیار نزدیکتری هم داره شهبانو خودشه. شهبانو وقتی هم که زمان محمد رضا شاه بود با ساواک درگیر می شده برای آزادی زندانی سیاسی، یک افتخاره براش. خود شاه میاد اعلام میکنه که من از چپ ها چپترم، تو روزنامه می نویسه. شهبانو هم اگه چپ بوده سوسیالیست اندیشه یعنی مردمی انسانگرا اگه بوده و هست و خواهد بود، یک پونت مثبت منفی نیست که اینا بسید بفهمیم درک کنیم. و این مشارم بشناسید، شما این که من موشا رو بزرگ میکنید، شما این که هر کی یک عکس مثلا من اینم به شهبانو عکس کرده بودم ایشون رعایت میکنن، حالا آقا عکس میان با شهبانو میگیرن وای میسن میگیرن، بعد میخوان میرن با پناهندگی بگیرن، بعد میرن پناهندگیشون رد میشه، میگن آقا شهبانو رو هم دیگه کسی خطش نمیکنه، آقا با عکس که عجب. بعد تازه خیلی کار دیگه میکنن با عکس گرفتن ها. حالا اون یارو که عکس، بعد تویی که گول میخوری بیچاره، فکر میکنی با یه عکس یارو سخنگوی شهبانوست، شهبانو دفتر داره یه نفره فقط، یک نفره دفترش، بعدم پاریس که هست ایشون اینقدر دوستای عزیز و نازنین و خوبی داره که مثل پروانه دورش میگردن، هیچ کسیم سوء استفاده ازش نمیکنه. حالا اگه کسای سوء استفاده میکنن ایشون که نمیخواد دیگه اونو بعضی رد کنه روی سیر مسئله تبلیغاتی میان بهش کنار جان، اونو تو باید شعور داشته باشی، تو باید شعور داشته باشی که فکر نکنه اگه کسی کلفت خونه شهبانو بوده، نوکر خونه شهبانو بوده، اگه بچه ها رو تره خوش میکرده، اگه چیز میکرده که الان حجش هم نمیره، زیارت کربلاش هم میره، امکان داره ایرانش هم بره بیاد و فلان باشه، تو فکر این مقدس بوده؟ خب ما تحت بچه های مردم خیلی خواب پاک میکردن و میکنن کار میکردن و میدیم با ما نیست، شمایید که همچنان بت پرستید، شما بایستی هوشیار باشید که کسی نیاد خودشو به عنوان شهبانو حتی نزدیکترین افراد شهبانو خودش در نهایت این که در سطح جهان محبوب همه هست تنهای تنها کتاب ایشون که دارم از کهن دیارا حدود 500-600 تا شما رو من ازشون خواهش کردم، اینا همه رو امضا کرد میدادم، امضا میکرد براتون، شما دوماده تو کنگرد با افتخار. همون عکسی که گرفتین در مراسم لیلا خیلیاتون با شعبانو دوربین های تلویزیون مهر اینا رو ثبت تاریخی کرد، هدف این بود که بره تو قلبتون تو تاریختون. ولی همون ویدیوها رو ما رو که ما رایگان در اختیار همه گذاشتیم و به تلویزیون ها دادیم رایگان، یه خانمی اومد تو آمریکا پخش کرد و با کالیته بعد اینا فروخت پول در بود. همون خانم کتابی در من چون شهبانو رو دوست دارم اینا رو بهتون میگم، برای شهبانو میگم که شما گول نخورید، بدونید که شهبانو خودشه. بعد خیلی هستن اذیتش کردن میکنن، نزدیکترین اذیتش میکنن، بی احترامی بهش کردن. من اینو خبر دارم، چیزی من خبر دارم که هیچ کس شما رو خبر ندید، ولی من از این پس میخوام بگم این شیطنت های اهریمنی موشا رو بزنه کنار، شعبانو در این شرایط باید کمکشون کنیم نه که اعصابشون رو خورد کنیم. باز هر کی هستی تو عزیزش که هستی، عزیز تو عزیز او هستی، ولی شعبانو عزیز ملت ایرانه، این رو بایستی بدونید، همه اینو بایستی بدونن. شهبانو وقتی کتاب رو امضا میکرد تو خونه همه برد، بعد این فرانسوی ها همونش به فرانسوی ها از سناتور گرفت، وزیر، رئیس جمهور، آدم متشخص. من از جیب خودم پولی کتاب رو دادم خریدم، شهبانو گفتم امضا کرد براشون فرستادم، گفتم این هدیه شهبانوست برایش. صدالتست فرح پهلوی به شما کادو داده، کاری که من کردم براش بچهش براش نکرده، بچهش براش کاری که من کردی نکرده، ما برای شهبانو انجام دادیم. شهبانوی آریایی، شهبانوی که خودش رو بره این کشور اون کشور او اول و پول بخواد بگیره از اینا که نبوده، هیچ پول خرج کرده، پول خرج کرده،
تمام این ببینید نمیبینید شما تمام این برنامه مصاحبه‌ای که انجام شده باهاش و اینا هزینه گذاشته شهبانو روی اینا تلویزیون ای کمک کرده کاری کرده برنامه داره کمک هزینه گذاشته فردریک میتران اگه میاد برنامه از ایشون میسازه اون سالا ساخته و چون ندیدین ما پخش کردیم فردریک میتران عضو تشکیلاتیه که شهبانو هم از سالها قبل شده افتخاری از سال 1974-76 اکادمی هنرهای فرانسوی میره شمشیر اکادمی رو به فردریک میتران میده فردریک میتران من میشستم شفیر من بسیار خوب و فهمیده و دانشمندی به برکت شعبانو وزیر فرهنگی فرانسه شد شما برای شعبانی کاری که نمی کنید اعصابش رو خرد می کنید کاری که نمی کنید تک مته هی اعصاب اون کار نکن اینو نپوش اون کار فلان یه حرفی زدی اون فلان این بچه بازی ها چیه بچه یک قرون شعبانو از کسی پول نگرفته پولم دادی برنامه رو ساختن که ببینید و این مصاحبهاش شما حتما گوش کنید ولی یه کسایی که آدم بر آدم عزیزن که آدم نمیتونید تیگه تکرش بکنه بهش شما باید ذکاوت و زیرنکی داشته باشید در تصمیم گیریاتون الان که ما در شرایط ویژه و خاصی هستیم برای تندرستی شهبانوی عزیزم نیایش کنید نیایش اهورایی کنید بیشماران هستید که به من گفتید و میگید که وقتی از اهورامزداد چیزی رو خواستین به شما داده در پی تلاش خودتون باز هم میگم و باز هم میگم که بدونید ما دین جدید نیاوردیم و تبلیغ دین نمی کنیم آیین اوستا آیین است زرتشت آیینه فلسفه زندگی است فلسفه زندگی هم این هست که شما همینجا باید بهشت رو بسازی همونطوری که بچه 9 ساله میگه شما همینجا باید بهشت رو بسازی بهشت رو اینجا میسازی مأموریت تو اینه که اینجا بهشت رو بسازی با فلسفه اوستا فلسفه زرتشتایی که اومدن و غیره ما مبلغ دینی نیستیم تو هر دینی هم که میخوای داشته باش در قلبت دینتو نگه دار برای خودت همین اینا رو برای آگاهی و اطلاعات بیشتر برید برنامه های پیشین ما رو گوش کنید بین 20 تا 25 برنامه برای شهبانو ما رفتیم تا این سالها همین برنامه رو ببینید میفهمید که دنیا دستی کیه از برادر عزیزم مهندس امیر شجره دبیرکل این دانشگاه پارس سپاسگزارم دستان گرمتون میفشارم تا برنامه دیگر دور پخش کردم نیکسون میگه بندن برام میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه با عربستان سعودی با اینا نمیتونیم اینا خودخواهن چمین گفتم انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستان و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. یادتون نره بچه ها، جدی دارم بهتون میگم، توی ایران اگر شما اپوزیسیون دارید نوکر اعرابه، اگر حاکم دارید نوکر اعرابه، چون اعراب کویت، بحرین،
اون خورده خورده های امارات و عربستان سعودی تازی هم اینا این چهارتا رهبرانشون آدم ها نه اینا پول میریزم آدم میخرم پول خرج میکنم پول این حسن نصرالله رو میشنسیم رئیس حزب‌الله چقدر تارت و پولت میکنه به عربستان سعودی هادی سرش رو چند سال پیش کشتم هادی سرش رو کشتم فوری اومد چند میلیون دلار به حسن نصرالله پول داد فوری که دنیا رو ببند توی لبنان زدن یکی از مخالفایی که ما خیلی با حزب الله نزدیم par David Abbassi, écrivain et historien. چه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. En tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abbassi souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده‌ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران. صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان. هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی، ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی، میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی. Notre fierté historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste et il a commencé à utiliser ce terme. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort,
qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم. یک طایفه از ما بود، یک طایفه از دوسیم، هم وارث خاموسیم، هم وارث ناموسیم، هم شریف الفردوسیم، هم شریف اقبالیم، هم شریف ناموسیم، هم شریف اقبالیم، هم شریف اقبالیم. از خون سیاووشیم، هم خون سیاووشیم، از خون سیاووشیم، هم خون سیاووشیم. از جام سفیدانیم، هر جام نمی پوشیم، از جام سفیدانیم، هر جام نمی پوشیم. هم سال عوستاییم، هم آتشی زردوشتیم، هم سال عوستاییم، هم آتشی زردوشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشت نمی کشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشت نمی کشتیم. دیروز سالم سال بندر برم پویاند بر این دراهی، دوست آوال سال بر ما نظر کن بارهیم زین گمراهی، دوست آوال سال دستم بگیر و تایم کن براهی، دوست آوال سال یالا بکن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است، و وقتی که نفت خام دار اینجا چار فصل، ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی، دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار، لعنت به دین و رهبر و بنیان این استثمار. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال. میشه شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم.